嗯。Uh huh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خضايا عز وجل في القرآن الحكيم مفرما يد وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إن آية شريفة بعد آيات كخضايا تبارك وتعالى بعضي أذ نعمت های بهشت را ذکر می فرماید بعد می فرماید نسبت به بهشت و اینکه شخص اهل بهشت بشود و به اون نعمت ها برسد تنافس بکنند تنافس در لغت عرب به معنای تراغبه یعنی دو نفر نسبت به همدیگه یا چند نفر نسبت به هم دیگه این از او بیشتر رغبت بکنه در امری او از این بیشتر رغبت کنه این از اونها بیشتر رغبت کنه اون از اینها بیشتر رغبت کنه و تراقب لازمه اش مسابقه است یعنی <تص> <تص> دو شخصی که هر دو در مقام این برایند تصمیم بگیرن که هر کدومی از دیگری رغبت در نعیم بهشت بیشتر داشته باشند این لازمه اش این است که مسابقه بکنن با, با هم دیگه یعنی <applause> <applause> این سعی کنه از او جلوتر باشه در وصول به نعمتهای بهشت او سعی کنه از این جلوتر باشه این لام هم فلیتنافس در لغت عرب به معنای امر میاد یعنی این امر است از, از خدای تبارک و تعالی برای همه بندگان به اینکه مسابقه بکنن در وصول به نعمت های بهشت و در حدیث شریف وارد است که کسی که خوش اخلاقه این حتما اهل بهشته حسن الخلق فی الجنت لا محاله شخص خوش اخلاق آخرش منتهی میشه به حسن عاقبت و اهل بهشت خواهد بود نه چقدر مناسب است که افراد با همدیگه مسابقه در حسن خلق بگذارند افرادی که با هم یک جامع مشترک دارن. مثلا یک زن و شوهر که با هم یک عمر زندگی میکنن. زوج تصمیم بگیره خوش اخلاق تر از زوجه باشه زوجه هم تصمیم بگیره خوش اخلاق تر از زوج باشه شوهر تصمیم بگیره نسبت به زوجش جوری برخورد کنه که اگر خودش جای زوجه بود زوجه زوج بود چجور توقع داشت برخورد کنه باهش زوجه همچنین تصمیم بگیره اگر خودش جای زوج بود و زوج جای او بود چجور توقع داشت از او در حسن خلق هر کدومی تصمیم بگیره از او جلوتر باشه مثل دو تا شخصی که با هم مسابقه میکنن در هر چیزی چطور هر کدام عزم اکید تصمیم شدید اراده قوی میگیره به اینکه از او جلوتر باشه حالا زوجین هر کدومی تصمیم بگیرد که خودش در حسن خلق جلوتر باشه والدین و اولاد چنین پدر نسبت به پسرها و دخترها پسرها و دخترها نسبت به پدر مادر نسبت به پسرهاش و دخترهاش پسرها و دخترها نسبت به مادرشون هر کدوم تصمیم بگیره از اون دیگران و دیگری خوش اخلاق تر باشه همین تصمیم را پدر میگیره نسبت به زوجش زوجه نسبت به پدر نسبت به زوجش همین تصمیم را پدر نسبت به اولاد بگیره همین تصمیم را مادر نسبت به اولاد بگیره همین تصمیم را اولاد نسبت به پدرشون نسبت به مادرشون بگیره واقعا انسان تصور کنه یه زن و شوهر همچه تصمیمی بگیرن اینا در طول زندگی بهتر از این معیشت امکان داره اصلا در حد امکان معیشت خوش در دنیا حالا هر دو فقیر باشن هر دو غنی باشن خدای کرده هر دو مریض باشن در مشکلات باشن مشکلات سیاسی داشته باشن مشکلات خانوادگی داشته باشن مشکلات اجتماعی داشته باشن اما در عین حال هر کدومی تصمیمشو گرفته شوهر تصمیم گرفته از زوجه خوش اخلاق تر باشه خانم تصمیم گرفته از شوهرش خوش اخلاق تر باشه یک عائله که این پدر و مادر و این اولاد همهشون همچی تصمیمی گرفتن طبق این امر قرآن کریم که خدای تبارک و تعالی امر فرموده به تنافس این خانواده بهترین معیشتی که یک خانواده در دنیا امکان داره در اون حد خوب زندگی کنن خواهن خوب زندگی کرد ها کدا دو دوتا شریک هر کدومی تصمیم بگیره از شریکش خوش اخلاق تر باشه در همه جهت که یکیشم مسئله شرکت تصمیم بگیره این از اون شریک خوش اخلاق تر باشه در امور شرکتش اونم تصمیم بگیره از این شریک خوش اخلاق تر باشه امکان داره یه دوتا شریکی از اینا خوشتر <تص> در شرکتشون بگذرونن یک فروشنده سر مغازش تصمیم بگیره از مشتریاش خوش اخلاق تر باشه یه مشتری که میخواد چیز بخره تصمیم بگیره سر هر مغازه میره از فروشنده خوش اخلاق تر باشه و ها کذا کسایی که با هم یک جامعه مشترکی پیدا میکنند یه استاد و شاگرد استاد تصمیم بگیره از شاگرداش خوش اخلاق تر باشه شاگرد تصمیم بگیره از استاداش خوش اخلاق تر باشه یه همچی استادی در طول درسهایی که میده در طول زندگیش با شاگردها در طول برخوردش های شاگرد و جوابهای خودش برخوردش برخورد با شاگرده یه همچی استادی امکان داره بهتر از این کسی زندگی بکنه به عنوان یک استاد و یه شاگردی که همچی تصمیم گرفته که از استاداش خوش اخلاق تر باشه امکان داره یه شاگردی از این بهتر و خوشتر زندگی کنه در مسائل درسش و یاد آموزیش و ها کذا کسایی که جامعه مشترک دیگه با هم دارن با هم دیگه تو مسجد هستن با هم دیگه تو حسینیه هستن با هم دیگه تو سفر هستن حتی فرض کنید نیم ساعت یه ساعت با هم در یه سفری هستن برای اولین و آخرین بار با هم برخورد میکنن یه برخورد در یه زمان کوتاهی هر کدوم تصمیم بگیره با اون از اون خوش اخلاق تر باشه اون هم تصمیم بگیره از این خوش اخلاق تر باشه اینجور که قرآن کریم امر فرموده فلیتنافس المتنافسون هر کسی در هر مرحله ای در هر جهتی که باشه مثلا یک پزشک نسبت به مریض ها پزشک تصمیم بگیره از مریض هایی که بهش مراجعه میکنن خوش اخلاق تر باشه مریض تصمیم بگیره پیش هر پزشکی که میگیره در برخوردش با اون پزشک از اون پزشک خوش اخلاق باشه یه پزشک سالم اعصاب از این پزشک بهتر امکان داره باشه یه مریض با سلامت اعصاب از این مریض امکان داره بهتر زندگی بکنه در حد امکان خوشی و خوشگذرونی در دنیا این کلید مهمه عمده خورده تصمیمش مشکله اگه آدم تصمیم گرفت دیگه براش مشکل نیست اگه آدم عزم کرد دیگه براش مشکل نیست اگرم باشه خیلی کمه وقت این سعادت دنیا و آخرت خود انسان را داره یه دونه شوهر تصمیم بگیره خوش اخلاق تر از خانمش باشه ای سعادت خودشه ابتداعا نتیجه سعادت خانمش هم هست یه خانم تصمیم بگیره از شوهرش خوش اخلاق تر باشه ای سعادت خود خانم ابتداعا نتیجه سعادت شوهرش هم هست و ها در جمیع موارد در جمیع امور زندگی در هر جایی یک کسی با دیگری که یه جامعه مشترک داره یا یک فردی با یک افرادی که یک جامعه مشترک داره هر کسی خودش تصمیم بگیره از اونا خوش اخلاق تر باشه مدینه فاضله چجوری دیگه مدینه فاضله در حد امکان در دنیا کلیدش این فریه تنافس متنافسونه این خطاب قرآن کریم به تمام بنده های خداست به تمام بشر است تمام بشر این امر الهی را این امر خدای عز و را تصمیم بگیرن امتصال کنن تا بهترین سعادت ها را داشته باشند. مخصوصا مسلمین و مسلمات تصمیم بگیرن که قرآن را قبول دارن معتقد به قرآن هستن قرآن کریم این امر قرآن حکیم را تصمیم بگیرن در جمیع ابعاد عمل به او بکنن و بالاخص مؤمنین و مؤمنات این تصمیم را بگیرن در هر جایی و در هر زمانی و در هر شرایطی و در هر خوشی و سختی و در هر خیر و شری و در هر سهل و سختی تصمیم بگیرن بر اینکه که تسابق و مسابقه در اخلاق داشته باشن امیدوارم خدای تبارک و تعالی این توفیق را به همگی مرحمت بفرماد وصلى الله على محمد وآله الطاهرين